OITN 818-708-3999. OITN Television Network was established close to 25 years ago in Los Angeles. Nader Rafai is director and producer of the station. OITN first started broadcasting on a Los Angeles cable station and Channel 18 KSCI. OITN broadcasts around the clock to viewers in at least five continents. During the last few years, it has been broadcast by Telstar Satellite in North America, including parts of Mexico, and also by Hotbird Satellite for all of Europe and the Middle East. OITN's goal from day one has been to educate people against drug use, and it has been successful in convincing addicts to seek professional help and get themselves clean. OITN is constantly alerting youth to the harm narcotics will bring to their lives, and it has played a leading role in raising awareness. On June 26th, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, with Nader Rafai's invitation, people wore white to show their opposition against narcotic use and trafficking. Because of these efforts, Nader Rafai was honored with 12 awards from organizations and agencies such as the California Governor's Office. He has also been awarded the Medal of Merit by the Los Angeles Sheriff's Office. OITN has been nominated to receive even more awards because of its continued fight against drug abuse. Nader Rafai has finished his education in cinematography and broadcasting in California Long Beach University. He has also directed many music videos in which he illustrates the effects of narcotics in society. OITN is supported by people around the world, with a small percentage of revenues coming from commercial spots. We hope you can join us to eliminate this deadly disease from our society and make a better world for all people. Thank you for your support. And God bless all nations. با درود خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز در سراسر جهان، امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. متاسفانه در کشور ما، در کشور عزیز ما ایران، مسائلی اتفاق داره میفته که اتفاقات بسیار ناگواری است. مسئله این نیست که بزرگان، حکمرانان در کاخهای خود بنشینند و جون افراد بیگناهی که فقط عاشق وطن پرستیشون بودند و هستند، اونها خونشون رو ایثار کنند. موضوع سر این هست که ما باید امروز بیدار بشیم. ما باید امروز با واقعیتهایی که در پیرامون مسائل تاریخی کشور ما میگذره یک مقدار آگاهی پیدا کنیم. وقتی که میبینیم که برای مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی بیش از 52 نفر کشته میشن، به نظر من این ضعف یک ملت هست، ملتی که باید بیشتر از اینها شعور و فهم و قابلیت این رو داشته باشه که بخواد به این مسائل با راه درست و صحیحی بیاندیشه و اون مسئله مذهبی گرایی رو از خودش دور کرده باشه تا بتونه به واقعیت‌ها و اصل اون چیزی که امروز در دنیا میتوان در رابطه‌اش صحبت کرد، مسئله پیشرفت شعور و فهم و حتی تکنولوژی هست، به اون تکیه کرد. اتفاقی که افتاده و اتفاقاتی که داره میفته بسیار بسیار روشن هست. داستان یک فیلم هست، اگرچه اگر این فیلم رو ما بسازیم و در سینماها نمایش بدیم میگن که عجب چاخانی، عجب فیلم بدیه، چون از واقعیت خیلی بدوره. اما واقعیت داره. مسئله آقای قاسم سلیمانی این نیست که فقط اون چیزی که در ظاهر از طریق مدیا گفته میشه و ایشون رو به عنوان یک فرد شهید از قول بعضی ها و از قول بعضی ها به عنوان یک تروریست کشته شده، به این صورت عنوان کرد. نه، داستان خیلی بیشتر تعریف داره تا
این چیزی که ما در رسانه‌های آمریکایی و حتی رسانه‌های ایران می‌بینیم. قبل از اینکه بخوام شروع کنم، اجازه بدید قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی، سردار سلشگر قاسم سلیمانی که نمیدونم چی شد، از سلشگری یک شبه به شاید درجه شهادت، یک درجه در ارتش یا در سپاه یک درجه افتخاری بهش داده میشه و از سلشگری به سپه بودی میرسه. خب به هر حال ما میشنویم که میگن سپه بود قاسم سلیمانی، در حالی که در اصل ایشون سلشگر بودن و اون عکسی که میبینید درجه ذوالفقار هست که یکی از بالاترین درجات جمهوری اسلامی به شخصی اهدا میشه. در این تصویر دیدید که حضرت آیت الله خامنه ای این مدال رو تقدیم آقای قاسم سلیمانی میکنند. اما قبل از اینکه من بخوام راجع به این داستان صحبت کنم، بریم نگاهی داشته باشیم به آقای قاسم سلیمانی، شخصیتی که این روزها به عنوان یک سردار، به عنوان یک سردار سپه از دید بعضی ها و از دید بعضی ها به عنوان یک تروریست، کسی که باعث و بانی کشتار بسیاری در کشورهای یمن، عراق، لبنان و حتی در ایران شده. با هم نگاه میکنیم و سوریه با هم نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم در رابطه با این اتفاقاتی که در طول این چند روز گذشته به وقوع پیوسته برای شما تعریف کنم تا شما یک مقدار به واقعیت ها بیشتر نزدیک بشید و لااقل کمی بیشتر فکر کنید. Thank you.
سردار قاسم سلیمانی است. میگیم زنده یاد. برای اون دسته ای که اگر طرفدارش هستند. اما داستان از این قراره. قبل از هر چیز بد نیست که بدونید آقای قاسم سلیمانی پدرشون یک بنا بودند و ایشون در سنین پایین در 17-18 سالگی میرن در سازمان آب و برق کرمان استخدام میشن، بعد از یکی دو سال به خدمت میرن و بعد جنگ ایران و عراق شروع میشه و تا آخر زمانی که جنگ بوده ایشون در جبهه بودن و از اونجا کم کم ایشون به عنوان فرماندهی لشکر زرهی کرمان انتخاب میشه و در سپاه کم کم سردار قاسم سلیمانی ریشه پیدا میکنه، به طوری که در چند سال گذشته اسم قاسم سلیمانی در دنیا به عنوان یکی از رهبران جمهوری اسلامی معرفی میشه. کسی که 5 کشور جهان زیر دستش بودند، همونطوری که گفتم یمن، سوریه، لبنان، عراق و ایران نقشای بسیار مهمی در زمینه نظامی این کشورها آقای قاسم سلیمانی به عهده داشتند. بیش از 16 میلیارد دلار در یکی دو سال گذشته از طرف بیت رهبری و آقای خامنه ای به ایشون داده شد برای تشریح و جو شیعه‌گری که رشد پیدا کنه در چنین کشورهایی. و متاسفانه با وجود این همه پول آقای قاسم سلیمانی شکست میخوره. میبینیم که در لبنان، در عراق و حتی در سوریه بخش عظیمی از مردم به مخالفت با او برمیخیزند و ولایت فقیه آیت الله خمینی مورد توهین مردم به خصوص جوانان قرار میگیره. خب قاسم سلیمانی قدرت بسیاری به دست آورده بود، به طوری که در چند ماه قبل به دعوت شخصی او حافظ اسد به ایران میاد و جالب اینه که وزیر امور خارجه آقای ظریف از حضور بشار اسد که یک رئیس جمهور خارجی هست و باید از طرف وزارت امور خارجه دعوت او صورت بگیره، از این بابت ناراحت شد و شایعاتی در رابطه با استعفای او در رسانه‌های جمهوری اسلامی منعکس شد و بعد هم آشتی کردند و این مسئله رو جمعش کردند. صحبت‌های قاسم سلیمانی بسیار خطرناک بود. صحبتی که می‌کرد می‌گفت من با آقای ترامپ طرفم. من میتونم با آقای ترامپ طرف بشم. من هستم، دیگران رو ول کنید. و این یک رعب وحشتی در سیستم جمهوری اسلامی ناگهان به وجود آورد که البته چند سال طول کشید. سیستم جمهوری اسلامی به این صورت هست که به هیچ عنوانی اجازه نمیدن که شخصی مورد توجه قرار بگیره در هیچ زمینه، نه هنری، نه سیاسی، نه اجتماعی، نه فرهنگی، در هیچ زمینه. در سینما نگاه کنید، در طول این 40 سال گذشته یک سوپرستار نتونست نقش داشته باشه. تا هنرمندی آمد ریشه پیدا کنه از ریشه او رو زدند. در عالم سیاست بدتر، اتفاقی که برای احمد خمینی پیش آمد، به طور ناگهانی کشته شد، سکته قلبی کرد و دیگر کسانی که کشته شدند و به طوری که آقای رفسنجانی به خاطر صحبت‌هایی کرده بود چنان مورد تنفر
بیت رهبری قرار گرفت که باعث شد که ایشون رو در حوض یا در استخر به قولی او رو خفه کنن و جانش رو بگیرن و فرزندانش رو هم کنار بذارن. اتفاقاتی که در ایران به وقوع پیوست شایعات بر این بود که سپاه میخواد کودتا کنه و کودتای سپاه باعث خواهد شد که مردم آسایش و آرامش بیشتری پیدا کنند و بتونن حکومتی که مورد توجه اونها هست زیر نظر سپاه انجام بگیره و یک کودتای خزندهی از سوی خود حکمرانان داخل ایران انجام بشه. خب همه اینها در جهت مخالفت و در جهت بد بودن برای بیت رهبری بود. خب آقای قاسم سلیمانی چی میشه؟ آقای قاسم سلیمانی مورد انتقاد قرار میگیره که شما 16 میلیارد دلار پول گرفتی که بری و دین مبین اسلام رو در زمینه شیعه‌گری و قدرت ولایت فقیه رو در این کشورها تقویت کنی و دستگاه تبلیغاتی باشی، اما امروز با شکست مواجه شدی. امروز کاری که کردی اینه که منفور بودن رو به جای مشهور بودن و محبوب بودن قرار دادی. آقای قاسم سلیمانی تصمیم میگیره که تحولی به وجود بیاره و شروع میکنه به این شهرها و به این کشورها مسافرت کردن به طوری که بتونه این زمینه رو درست بکنه و این تظاهراتی که در این کشورها صورت میگیره به صورتی سرکوب بکنه، توجه اونها رو به جای دیگه جلب بکنه و بتونه در مقابل رهبر اعظم کاری کنه کارستان و اون قولهایی که داده بوده این قولها عملی بشه، اما نمیشه. قاسم سلیمانی به 3 دلیل یا 4 دلیل کشته شد. اول اینکه کشته شدن او باعث شد که خانواده های عزاداری که به خصوص در ماه آبان و یا در زمانی که سپاه حمله کرد در زمان آقای خاتمی به کوی دانشگاه و باعث کشته شدن بسیاری از دانشجویان شد، این کار از طرف سپاه صورت گرفت و این کشتار هم کسانی که با تفنگ‌های دوربرد افراد بیگناه رو مورد تیر قرار دادند و اونها رو به شهادت رسوندن همه افراد سپاه بودن. خب این منفور بودن و این غضب و این چیزی که از سوی مردم به وجود آمده بود برای سپاه، این برای قدرت حکومت جمهوری اسلامی بسیار خطرناک بود و کار داشت ریشه پیدا می کرد. کشته شدن قاسم سلیمانی برای خانواده های عزادار یک جشن بزرگی بود به عنوان اینکه این انتقام گرفته شد. اگرچه جواناتون رو از دست دادید، اگر اینکه خون جوانهای شما ریخته شد، اما با کشتن قاسم سلیمانی خنده بر لب این افراد ساخته و پرداخته شد. خب این یک. دومی که قاسم سلیمانی بسیار قوی شده بود، یک رهبری بود که در کنار آیت الله خامنه ای پا به پا داشت می رفت و همه روی او حساب میکردن. اون جذبه‌ای که داشت، دستور اون کشتارهایی که میداد، تمام اطرافیان رو به وحشت انداخته بود و یک همچنین چهره وحشتناکی برای جمهوری اسلامی خطر بزرگی به شمار میاد. سومی که باید به آمریکا یک بهایی پرداخت میشد، باید یک شیرینی به قولی به آمریکا داده میشد تا او رو به صورتی راضی نگه داشت. چهارمی که آقای قاسم سلیمانی موی دماغ
آقای مجتبی خامنه‌ای بودن. چرا؟ چون اگر در اون مملکت کودتا میشد، قطعاً با رفتن آقای خامنه‌ای فرزندان او هم درست همون چیزی آیدشون میشد که فرزندان آقای رفسنجانی شد. یعنی ساکت، حرف نزنید. و یه خطری بزرگ بود برای مجتبی خامنه‌ای که خودش امروز خواهان کسب قدرت اول مملکت هست. تمامی اینها عواملی شد که قاسم سلیمانی کشته بشه. به چه صورتی؟ به صورتی که دستگاه اطلاعاتی ایران رفتن قاسم سلیمانی رو به کشورهای مختلف از جمله به عراق به گوش روسیه رساند و روسیه هم تقدیم کرد به آمریکا و این اتفاق از طرف آمریکا روی داد. این اتفاقی که افتاد خواسته خود کشور روسیه هم بود، اما قرار شد که کشور آمریکا این مسئولیت را قبول کنه. و خب الان میبینیم مسئله آبان به ظاهر فروکش کرده و آمریکا هم با یک مانور مسخره، خیلی مسخره، سکوت اعلام کرد. کشور ایران اعلام میکنه، حکومت جمهوری اسلامی، که با کشته شدن قاسم سلیمانی ما میریم که انتقام بگیریم و انتقام سرسختی خواهیم گرفت و حمله ما حمله نظامی خواهد بود. اما به چه صورتی؟ چند ساعت قبل از اینکه حمله به پایگاه الاسد و اربیل کردستان صورت بگیره، مقامات ایرانی با آلمان تماس میگیرن. چرا در پایگاه الاسد تنی چند از سربازان نظامی آلمانی و همچنین آمریکایی در اونجا حضور داشتند. اطلاع میده به کشور آلمان که ما میخواهیم این پایگاه رو بزنیم و همچنین به مقامات عراقی این اطلاع داده میشه که ما میخواهیم این دوتا پایگاه رو بزنیم. مقامات عراقی قطعاً به خاطر روابطی که با آمریکا دارن به آمریکا اطلاع میدن و ظرف چند ساعت قبل این دو پایگاه کاملاً تخلیه از افراد میشه. فقط چند هلیکوپتر و وسایل جنگی که اونجا بوده، هواپیمای پنپاک که اونجا بودن، پنباد و چیزایی که بسیار، یا چند هلیکوپتر آپاچی که یکی از اونها گویا یک خسارت بسیار کمی خورده بود، با این هدف روبرو میشن و کشور جمهوری اسلامی با پرتاب 12 موشک خودش رو در دنیا به عنوان اینکه ما خواستیم انتقاممون رو از کشور آمریکا بگیریم، برای خودش این دستگاه تبلیغاتی رو راه میاندازه. و آمریکا هم از خدا خواسته این مسئله رو در سرویس های خبری خودش بزرگ میکنه که اینها حمله کردن. ولی حمله چی بوده؟ همه چی everything is well، همه چی خوبه و هیچ کس هم پشته نشد. منو یاد فیلم گوسنا میندازه که بهروز وثوقی در یک سکانسی به طرفی که بارها و بارها جلوی دوست دخترش رو کتک زده بوده میگه جون من اجازه بده من یه چک تو گوشت بزنم، آبروی من جلوی این نامزد و دوست دختر من نره. جریان هم همینطور شد و امروز خیلی مسائل عوض شده به طور ظاهر، اما جمهوری اسلامی براش افراد فرق نمی کنن. اون چیزی که برای رهبر جمهوری اسلامی مهم هست این هست که ستونهای جمهوری اسلامی محکم بمونه و رو با از دست دادن همرزمان و
مردم بیگناه. به هر حال این واقعیتی بود که در طول این مدت صورت گرفت و امروز رسانه‌های دولتی چه در آمریکا و چه در ایران طور دیگه مسئله رو مطرح میکنن و متاسفم که ملت ایران با چنین حرفایی و با چنین خبرهایی تحت تاثیر قرار میگیرن و به طور دیگری و با اون احساسات پاکی که دارن خودشون رو نشون میدن. اون چیزی که برای قاسم سلیمانی مهم بود مسئله ایران نبود، مسئله تعصبات مذهبی بود که داشت و داشتن قدرت. کمان که قاسم سلیمانی در چند روز قبل در حین تظاهراتی که در آبان ماه صورت گرفت گفته بود که اگر قرار باشه 10 میلیون کشته بشن میکشیم تا نظام جمهوری اسلامی برپا بمونه. اما با کی؟ با خودش یا با آیت الله خامنه ای؟ اینجاست که امروز جای شبهه و شک به وجود میاد که قاسم سلیمانی در انتها هدفش چی بود. اگر تاریخ رو خونده باشید، اتفاقات کودتا از نزدیکترین عوامل اطراف مسئولین به وجود میاد و این اتفاق در هر لحظه امکان داشت صورت بگیره و به همین دلیل امروز شما شاهد هستید و در طول چند روز آینده شاهد خواهید بود که تحولات بزرگی در نظام سپاه ایران به وجود میاد. بسیاری از بزرگان به کنار میرن و شخصیت های دیگه میان و سیاستمداران بزرگ که حکومت دائمی داشتن همیشه در به دنبال تغییرات افراد بودن که نمونند و ریشه پیدا نکنند و از طرف کشورهای بزرگ اینتلیجنس سرویس یا برها سازمانهای جاسوسی دنیا خریداری نشن و باعث به وجود آمدن کودتا نشن. ولی خب جمهوری اسلامی بیرحمانه تر عمل میکنه و امروز نبودن قاسم سلیمانی نفس راحتی است، اول برای نظام بیت رهبری و دوم اینکه امروز با نبودن قاسم سلیمانی آمریکا لبخندی بر لب خواهد داشت و همچنین خانواده های شهدایی که فرزندانشون از دست دادن و از همه مهمتر اینکه آینده جمهوری اسلامی میتونه کاملا زیر نظر ولایت فقیه باشه آیه خامنه ای و مزاحمی تا حدی که بخواد به اونجا برسه که بگه آقای ترامپ تو با من طرف هستی، به کسای دیگه کاری نداشته باش. این حرفا حرفای بوداریه و کارهایی که انجام داد و قدرت‌های بسیار بزرگی رو که در کشورهای مختلف به وجود آورد و روابطی که با رؤسای جمهور این کشورها به وجود آمد که مستقیماً دیگه با او صحبت می‌کردن و به مقام رهبری کاری نداشتند، اینجا این رابطه قطع شد و جمهوری اسلامی بر مبنا و بر تکیه بر نظام ولایت فقیه از امروز عمل خواهد کرد. نگاه میکنیم به آقای آیت الله خامنه ای که برای عرض تسلیت به منزل قاسم سلیمانی رفتن و در کنار خانواده او از جمله اعظم سلیمانی زینب سلیمانی که خود ایشون دارنده کارت سبز هستن از آمریکا، کارت اقامت در آمریکا، ولی مرگ بر ترامپ، چه بازیایی.
و داشتن 180 میلیون دلار حساب بانکی است که پیدا کردند که متعلق به آقای قاسم سلیمانی بود. قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد. انشاءالله امیدواریم که خداوند درجاتش عالی کنه و اون نعمت عظیمی که شامل حال او شد بر او گوارا باشه که حقش بود، شایسته این نعمت بزرگ بود. همه مردم عزادارن، یعنی احساس عزاداری میکنن. بدونید که قدر پدر شما رو مردم دانستن و این ناشی از اخلاص ها، این اخلاص. اینها صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای است در منزل آقای سلیمانی که ایراد کردن. فیلم درستی من ندیدم و به دست ما نرسیده، اما میخوام براتون تا اندازه تشریح کنم که به چه صورتی وقتی که با پهپاد حمله میکنن و اتومبیل رو میزنن. ببینید، اولا با مسلسل میزنن و بعد یه بمب میزنن که اگر زنده باشه کسی او رو شروع میکنن مطمئنن با مسلسل زدن، رگبار مسلسل. اتومبیلی که میبینید تقریبا به همین صورت اتومبیل قاسم سلیمانی رو پهپادهای آمریکایی به این صورت مورد حمله قرار دادن. این اون نیست، اما تو اندازه فرمت حمله پهپاد به این صورت. به همین صورت که ملاحظه فرمودید، پهپادها به این صورت حمله میکنن که به اصطلاح هم با بمب آتش سا، که اون اتومبیلی که دیدید به چه صورتی جزقاله شده بوده به خاطر این است که اون بمبی که میندازن کاملا بمب آتش سا هستش که هر کسی رو به صلاح که در اون اتومبیل باشه میسوزه و اگر فرار کرده باشه کسی با مسلسل اون رو میزنن. کمطور دیدید به چه صورتی دو نفر که فرار کردن اونها رو با مسلسل زدن. جالب این هست که در زمانی که پهپادهای آمریکایی حمله میکنن 3 ون بوده که در عقب سکیوریتی ها بودن که افراد محافظ بودن، در اتومبیل دوم و اول، به خصوص در اتومبیل دوم المهدی که در به اصطلاح گروه حشدالشعی خیلی مقام بالایی داشته و شخص دیگری که به اصطلاح رئیس کسی که به هر حال رئیس روابط عمومی و رئیس تشریفات بوده حضور داشته و یکی دیگه از فرماندهان حشدالشعری، اینها همه در یک ون بودن و طوری نشستن که مجبور شدن در کنار یک دیگه بشینن. و المهدی مجلس مهندس، المهدی مهندس کسی است که
به هر حال نقش بسیار مهمی در فرماندهی قاسم سلیمانی داشته. نگاه میکنیم به آیه مهندس، مهدی مهندس، که ببینیم ایشون کی بودن. علی شهید دقایق، این شهید اسماعیل دقایق با اومد، ایشون سازمان بدر راه افتادن. ایشون یک سال و ده ماه با ما بوده، ولی بلندگذار سیر بدر بوده، بعدش لشکرش بوده. ایشون تو عملیات کربلای بنج اولین شهید ما تو عملیات کربلای بنج ایشون بوده. ابو مهدی از فرسنگ ها دورتر عملیات را فرماندهی نمی کنه. اتاق جنگش درست پشت خاکریز خط مقدم و در داخل نفربرهای آماده رزم است. بیشتر محافظان ابو مهدی فرزندان شهدا و همرزمان سابقش هستند، جوانانی که همه ی انرژی و جانشان را برای حفظ جان ابو مهدی گذاشتند. آنها خودشان را جلوی تکتیراندازها سپر می کنند تا مبادا هیچ گزندی به مهندس برسند. اما اگر یکی از صدها ماشین انتحاری که بچه های مقاومت قبل از اصابت به هدف منفجر کردند به ابو مهدی نزدیک بشود، آنها فقط چند ثانیه می توانند شهادت ابو مهدی مهندس را به تأخیر بیندازند. ما شاء الله. ليش تبكي؟ جبت مشتاق لهالي صار سنتين ما شفته. سنتين شنو هيك؟ انت هنا؟ نعم انا عسكري، انا اللي محصور بالشركة. مقام معظم رهبری بعد از جنگ یک جمله خیلی عجیب بود اون زمان. ایشون میگه بدر نقشی مهمی در آینده عراق ایفا میکنه. اوکی، سال مثلا 70. ما اون زمان تعجب کردیم، روی دیوار بادیگان ما نوشتیم اون جمله، ولی چی نقش ایفا میکنیم؟ جنگ تمام شده، صدام توی بغداد، ما آواره هستیم. ولی امروز داره میبینیم که چی نقشی داره ایفا میکنه بدر. مهمترین فرماندهان اون هشت بدریان. ما تشکیلات داخل رو انداختیم، عملیات داخل رو انداختیم، تو هار مستقر شدیم. بعدش می امیدیم استان ها با گروه های جهادی داخل عراق ارتباط برقرار کردیم. یه عملیات مختلفه نوعی دیگه شروع کردیم بر علیه رژیم، مثل زدن کاخل جمهوری، مثل زدن خود عوده به سر صدام، همچین عملیاتی انجام دادیم. علیه منافقین هم توی عراق عملیات میکردید؟ بله، ما مهمترین عملیات مثلا بادیان حبیبی، عملیات استشاری تو بادیان حبیب بعد از شهادت شهید سید شیرازی، که اونها گفتن که 13 نفر از اونها کشته شده، این ساختمان کامل تقریبا منهدم شد. صدام اون حاکم قلدور با پشتیبانی امریکا اینجوری شده و طبق منافعشون به یک نقطه رسیدن باید نبودش کنن. اونا عراق را آزاد نکردن اینجوری. شما ببینید چی کردن تو عراق، چی مصیبتی تو عراق. غیر از بمب اتمی بقیه سلاح ها استفاده کردن بر علیه مردم عراق. اون عراق مثلا 11-12 سال تو محاصره چقدر مصیبت دیدیم ما. خب امریکا دشمن هست که هست. شاید با حجمه نظامی و عملیات های دقیق پیروز. بله، ابو مهدی مهندس که دست راست قاسم سلیمانی بود و در بسیاری از حملات زیر نظر او کارش را انجام میداد و شخص قدرتمندی در حشدالشعبی کشور عراق شده بود، اما تمامی این خرج
لشکرهایی که در کشورهای مختلف تشکیل شد با سرمایه‌های سنگین نظام رهبری یا به هر حال رهبر به دستور صورت گرفته و نظام بیت رهبری برای اشاعه شیعه‌گری و تثبیت ولایت فقیه در کشورهایی که تا اونجایی که میتونسته که در فلسطین کاملا شکست خورد و نتونست در اونجا ریشه پیدا کنه، در این کشورها با مبالغ سنگینی سعی شد که این کار صورت بگیره که امروز با حضور جوانها و شکایت و اعتراضات و جان ایثار کردن این مسئله تا اندازه‌ای با شکست روبرو شده و این پولها پولهایی است که به نوعی پولهای از دست رفته نظام شد. اما این پولها رو نگاه بکنید به چه صورتی حتی برای انتخابات که نخست وزیر یا رئیس جمهور با پول با خرجهایی که میشه و به مردم داده میشه رأی بگیرن و انتخاب بشن در عراق. آی شحنه ضبطناها من فدر مندهی الحدودی بالظاهر كراتين تحمل مساقات دعاية تخص قائمة الفتح وعليها صور هذه العامري جوال مطبعات مئات وزن وشدات المئة دولار. شوفوا هذه الفلوس منين قاعدة تدخل والمن. افتح الكرتون الثاني. طبعاً اللي ضبطناه 31 كرتونة وواحدة جديدة ونفتح بيه المحضر. شوفون هاي الكرتونة مزود عليها ملصقات لهذه العملية وخادين جواها وزن الدولارات. طلعهن طلعهن. أبلغنا مراجعنا بغداد بحقيقة الكرتين هاي واتصالات جتنا من شخصيات بالداخلية وبدر والعصابة تهددنا لو نطلق الشحنة لو نتضع وامر القبض من قبل وزير الداخلية قاسم العاجي. بله، این پولهایی است که از طرف سپاه به کشور عراق فرستاده شده برای انتخابات و این پولها باید خرج بشه برای انتخابات، به افراد پول داده بشه که بیان رأی بدن یا برای خرجهای انتخاباتی هستش که باید صورت بگیره. به هر حال اما در این دو سه دقیقه خدمتتون عرض کنم در همین فرستادن راکت به سوی پادگان‌های آمریکا در کشور عراق، ناگهان یک هواپیمای مسافربری که متعلق به اوکراین هست صعود میکنه. اگه این فیلم رو نگاه بکنید خیلی سریع متوجه میشیم که این نه موقعی که صعود داره میکنه هستش. اگه این فیلم رو نگاه بکنید میبینید که قبل از اینکه این هواپیما صعود بکنه آتش گرفته بر روی یکی از بالها. این به خاطر این هست که گروه پدافند که در اطراف فرودگاه بودن متاسفانه به اشتباه با یک راکت این هواپیما رو میزنن و این هواپیما نمیتونه کنترل کنه، به بالش خورده میشه و وقتی که هم به زمین اصابت میکنه منفجر میشه. اگه کاملا این فیلم نگاه کنید به این صورت متوجه میشید که قبل از اینکه این هواپیما به زمین بخوره منفجر بشه رو هوا آتش گرفته بوده و باعث کشته شدن چندین نفر میشه که به طوری که امروز دولت اوکراین از ایران خواسته که شما این جعبه سیاه رو به ما بدید که ببینیم مکالمه خلبان چی بوده. دولت ایران قبول نکرده به این دلیل که قطعاً خلبان اوکراینی میگه که یک شیعی داره به ما نزدیک میشه یا یک شیعی به ما خورده که باعث به وجود اومدن آتش در یکی از بالهای ما شده و همین هم باعث کشته شدن 174 نفر میشه که بخش از اونها جوانهای بیگناه ایرانی بودن که در دانشگاه تحصیل میکردن و یک زن و شوهر جوانی بودن که تازه جمعه گذشته ازدواج کردن، چندین بچه در این هواپیما بوده و به طور کلی باعث همونطور که پیکر بیگناه این افراد رو نگاه میکنی باعث کشته شدن 174 نفر شده که قطعاً به احتمال زیاد از طرف پتاوند
به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی هست که به اشتباه به طرف او به اصطلاح راکت پرتاب شده که باعث کشته شدن این افراد بیگناه باشه. اینم یکی از اشتباهات بزرگ جمهوری اسلامی بوده، این نظر من هست. البته بوئینگ 737 اشکالاتی داشته، اما این اشکالات برطرف شده. یکی دو هواپیمای دیگه هم یادتون باشه به طرف مالزی که میرفت در اقیانوس افتاد و همگی افراد اون کشته شدن. اما وقتی این رو نگاه میکنید، این به خاطر اشتباه جی پی اس هواپیما نیست، چون جی پی اس 737 737 های بوئینگ اشکال داشته که وقتی بلند می شده گم می کرده خودشو و نمی دونسته که چجوری باید این هواپیما تعادل خودشو برقرار کنه. ولی الان فیلمی که نگاه می کنید، قبل از اینکه این هواپیما سقوط کنه بر یکی از بالهای اون آتش می بینید که این نمی تونه نقص فنی باشه. به هر حال بینندگان عزیز، برنامه بود که بد نبود شما تعصبات و فناتیسم مذهبیتون رو کنار بذارید، به فکر ایران باشید، به فکر واقعیت‌ها باشید و در راستای واقعیت‌ها به ایران عزیزمون فکر کنیم که ایران عزیز ما باید ایرانی از صلح باشه و نسل جوان ما باید ایرانی رو بسازه که بسیاری براش خون اهدا کردن. برقرار باشید با امید روزهای بهتر و آینده روشن. Outstanding amount.